باز هم در ادامه برنامه خودتان هستین و امیدوار هستم که باز هم برنامه خودتان رو بیننده باشین و تا این دم ما را تعقیب کرده باشین. و همچنان فراموش نکنم که یک سلام تقدیم اونایی میکنم که دیدن با ما پیوستن و باز هم پای تلویزیون نشسته و برنامه خودشون رو میبینن. میخوایم بس بکنم روی این که قسمی که شما همچنان معلومات دارین و ما هم میفهمیم، افغانستان کشوری هست که یک تاریخ کهن داره، تاریخی داره که روابط بسیار خوبی با کشورهای همسایه داره و همیشه وقت خواسته که از راه صلح، آشتی و از راه نیکی با تمام همسایگان خود پیش بره و خواسته که همیشه وقت مفید واقع شه به تمام چهار اطراف خود. با کشوری هست که از لحاظ جایگاه استراتژیک جایگاه خیلی خوب رو داره، ولی امروزه متاسفانه مردم افغانستان و شهروندان بخصوص کابل و شهروندان ولایت جنوب ما و یا هم دیگر بخشا از کشورهای همسایه و بخصوص دولت‌های کشورهای همسایه ناراض هستند. می‌خوایم امروز از لحاظ اجتماعی بحث بکنیم روی که روابط افغانستان از تاریخ کهنش تا به حال با کشورهای همسایه چون پاکستان، ایران، تاجیکستان و دیگر کشورها چگونه بوده و چگونه هست و اگر جنجال‌هایی است و یا هم سرسداهایی است میان کشورها و کشورهای همسایه ما و همراه با ما، مشکل کار در چی هست و مردم چقدر ناراض هستند و چرا این گونه مشکلات حل نمیشه. میخوایم از دیدگاه اجتماعی بحث بکنیم که امین روابط ناهنجار و خرابی که بین بعضی کشورها و کشور خود ما وجود داره چقدر بالا روحی مردم ما بد تاثیر کرده و چقدر مردم را از امان دولت ها و همچنین دولت خود ما ناراض ساخته. امروز خواستیم این بحث را که شما خیلی ها بالاش تاکید کرده بودیم و گفته بودیم که این بحث شده، میخوایم که بالاش صحبت بکنیم و در برنامه با خود ماستر روابط بین الملل آقای فیصل رحیمی را با خود داریم. قبل از همه سلام خدمت شما و خوش آمدید به برنامه ما. لطف میکنین، زنده باشین. بس به نام خداوند، من سلام های گرم خود حضور شما و تمام بیننده های عزیز تا تقدیم میکنم و خوشحال هستم که امروز این برنامه با شما است. سلامت باشین، زنده باشین. میخوایم که بیاین که یک سفر تاریخی داشته باشیم به تاریخ کهن افغانستان با آقای رحیمی. آغاز بکنیم از این که روابط افغانستان با کشور همجوار ما پاکستان چگونه بوده و تاریخ به کجا برمیخوره؟ تشکر بسیار زیاد. اگر عمق اساسی و استراتژیک مسئله را بحث بکنیم، روابط استراتژیک خودش یک بحث بسیار بزرگ و فوق‌العاده است که معمولا باید میان تمامی از کشورها به عنوان دو کشور مستقل و یا چندین کشور مستقل رعایت شود. در رابطه با سوال شما که مستقلا به عنوان از اینکه افغانستان یک کشور تاریخی بوده و هست و در این جای شک هم نیست، افغانستان به عنوان یک کشور بسیار اساسی و برازنده در جهان نمایان است و موقعیتشان همین چنین ایجاب میکنه، باید در همه مسائل روابط استراتژیک مد نظر گرفته شود. در بخش دوم از سوال شما که روابط افغانستان با کشور همسایه و یا بخصوص با کشور پاکستان، این ما باید ابراز بکنیم که عمق مسئله امروزی که ما مثلا با یک کشور یا با کشور پاکستان روابط خوب داریم یا نداریم اساسا و تهداب این چیز چنین چیز نیست. اگر عمقا فکر بکنیم، ما به عنوان دو کشور مستقل باید روابط استراتژیک داشته باشیم و همه مسائل ما در عمق اساسی و نمو روابط و مستقلیت دو کشور مد نظر گرفته شود. مسئله از این که اگر روابط در ادوار تاریخ به خوبی انجام شده و بعض وقت به تیرگی انجام شده، این مسائلی بوده که نهادی نشدن هم مسائل به صورت درست انجام نشده یا هم کمی و کاستی در روابط موجود بوده که باعث از این مشکلات شده. بسیار خوب، شما یک موضوع خیلی ها خوب و مهم اشاره کردین که روابط افغانستان با کشور دوست پاکستان از اول خراب نبوده. پس به نظر شما چه علت باعث شده که امروز اینقدر واکنش ها و کشمکش ها بین دو کشور وجود داره؟ بسیار خوب، قرار که بیشتر هم تذکر دادم، مسئله همی است که روابط با ابتدای مسئله به عنوان از اینکه دو کشور به اساس میثاق‌های بین المللی به عنوان دو کشور مستقل شناخته میشه، این روابط عمقا و تهدابا خراب نمی باشه و مسائل در میان موجود می باشه که همی روابط به تیرگی می انجامه. اگر ما کشور خود و یا کشور پاکستان رو بگیم، طبعا کمی و کاستی از دو جانب بوده. با وجود از اینکه کشور پاکستان هم کشور هم فرهنگ ماست، دین و مشترکات زیاد با اونا داریم و به عنوان کشور دوست همیشه یاد شده و یاد خواهد شد، ولی بعضی ناهنجاری هایی را که ما شما شاهد هستیم و دیدم میشه و حس میشه، این مسائل بوده که روزافزون شده. او مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بوده که همه اینها
تاثیر گذاشته و تمام افراد جامعه از اون متاثر شدن، خواهی طرف هستن و خواه طرف کشور همسایه. قسمی که مرد یک بحثی که بی بی سی مطرح کرده بود در یک نشریه خود و من خواند و اطلاعات من برس آوردم، او بیان کرده بود که اصل عمق موضوعی که مشکل پاکستان و افغانستان در بحث دیورند است، این که پشتون‌هایی که آن طرف مرز هستن اونو خود را از افغانستان میدونن و حتی همون خاک که زندگی میکنن میگن که مربوط به افغانستان میشه. شما در ارتباط چی نظر دارید؟ طبعا قرار که من گفتم مسائل فرهنگی، علمی و زبانی و نژادی در اینجا نقش داره. طبعا اگر ما مسئله مرز دیورن مطرح بکنیم، اینجا هم مسائل است که همونجا هم مردم هستن که با فرهنگ و نژاد و سیستم که افغانستان همون فرهنگ و سیستم را دارن تطابق بسیار زیاده داره و همین مسئله هستن که تعداد کسایی که در خوب بغل مرز هم هستن اونا هم اینمی خواهش و ایچی دادن خواه به این طرف یا خواه به اون طرف خط دیورن تمایلات زیاده دارند به ایجا. اما هستن کسان و سیاستمداران و دولت مردانه که اینمی مرز میخواین به حالت که هست باقی بانه، همین منازعه که بین دو کشور است باید باقی بانه، چون اونا هم منافع خود مد نظر میگیرن و تا جای اونا کشورهای دیگه ادامه میتن به چون منافعشان است. پس به ما دو کشوری مسئله به کار است که تا همین خشونت ها و اینمی ها را از رای مسالمت‌آمیز حل بکنیم و هر آن چیزی که حق است بین دو کشور او باید معلوم باشه و طبعا مسائل دیورن، مسائل فرهنگی، مسائل علمی همه چیز در جای خود حل بشه. به نظر شما روابط تیره و تاره که بین کشور خود ما و کشور دوست پاکستان وجود داره چقدر بالای شهروندان ما تاثیرگذار است؟ اگر چی در افغانستان هستن و قسمی که ما شما خبر داریم بسیاری از شهروندان ما در کشور پاکستان اینا مهاجر هستن، چقدر بالای دو طرف تاثیر میگذاره؟ نهایتا زیاد. اگر ما ببینیم از لحاظ مشکلات امنیتی هم ما شما دچار همین مشکلات هستیم. من سرجم نمیگم که مثلا تمام مشکلات از جانب یک کشور یا از فلانی کشور بالای ما ایچی است، اما مشکل هم ما شما مشکل است که هم ما شما ایره درک کردیم و آن طرف مرز هم اگر افغانای ما هستن و یا کشور مردم هستن که همان طرف مرز هستن این مشکلات حس میکنه و ایچی میگه. اگر ما شما مثال خوبی را بتیم، مشکلات که همشهری های ما شما او طرف به خاطر مشکلات صحی و یا دیگر مشکلاتشان مراجعه میکنه و یا از او طرف مردم های ما شما هستن که طرف کشور خود برمیگردن به چقدر یک مشکلات، مسئله ویزه است، مسئله خط است، مسئله رفت آمدشان است، مسئله کارت باید اونا داشته باشن، با چی شرایط دشواره. طبعا این تمامش منشأ میگیره از مشکلات سیاسی بین دو کشور. هرگاه این مشکلات بین دو کشور حل باشه، ضرورت به یک خط چی، ضرورت به یک مشکل سیاسی چی، ضرورت به مسائل منبسط که ما شما میبینیم که جنگ های زیاد در مرز میان دو کشور صورت میگیره، طبعا این مشکلات حل میشه. طبعا اثر گذار است. خوب گپ هست که بهانه بگویم یک گپ هست بین کشور خود ما و کشور پاکستان که همان خط دیرون میشه رو تلخی کرد، ولی بیایم که بالای کشور ایران بریم. خیلی وقتی که بعض مشکلات وجود داره بین روابط کشور خود ما و کشور ایران، به نظر شما پس مشکل کار در چیست؟ در اینجا اساسا اگر ما از جانب کشور خود بس بکنیم، همیشه دولت ما و همیشه مردم ما در صدد نکوهش و یا دوری از مشکلات است و همیشه خواستن که مشکلات به زودترین فرصت باید حل شود و یا هم هیچ موجود نباشه. تا از هر لحاظ باشد هر کشور خواهان عزیز که باید روابط میان کشورهای دیگه با حسن نیتش انجام شود. اما ما پیشتر هم گفتم نه باید یک کشور را مثال بتیم که ما مشکل از یک ناحیه داریم، هر کشوری که همسایه بوده خامخواه از لحاظ مسائل استراتژیک، مسائل اقلیمی، از لحاظ آب و هوا مشکلات خود با کشور دیگه دارن و اونا هم منافع خود در اون چیز میبینن. لذا اساسا بازم اگر ما فکر بکنیم اساس عمق مسئله به روابط استراتژیک برمیخوره. اگر اصول و تهداب و اصولی که در روابط استراتژیک است میان کشورها مد نظر گرفته شود و حق به اقدار سپرده شود، هیچگاه مسائل پیش نمیه. اگر یک کشور باشه و چندین کشور باشه. بسیار خوب. خب بیاین بگذاریم، اگر زیاد به عمق موضوع داخل شیم موضوع سیاسی میشه. میخوام یک سوال دیگه بپرسم درباره ای که به نظر خود شما من هست یک جوان، کدام کشور بسیار روابط نزدیک و خوب و دوستانه با کشور خود ما داره؟ اگر اساسا فکر بکنیم هیچ کشور باید یک کشور دیگر مطلقا دوست و یا هیچ کشور مطلقا دشمن فکر نبکنه. بسیار خوب. این مسئله است که هر کشور نظر به حالات جامعه خود
او را میبینه و شاید تغییر پذیر هم باشه. و تا جایی که ما میبینیم بین کشورهای همسایه خود ما که ما همیشه جنجال داشتیم و یا داریم، همین مسائل مد نظر بوده که مسائلی که مسائل آب بوده یا مسائلی که نفوذ یک کشور دیگه بالای کشور دیگه بوده، این مسائل است که هم کشورهای همسایه را و هم کشور خود ما را همیشه در تشویش انداخته. اما دور از این مسائل اگر برای فکر بکنیم، ما مسائل فرهنگی داریم، ما مسائل اجتماعی داریم، مسائل تاریخی داریم که باید هم چیزا زیادتر مد نظر گرفته شود تا دوباره باعث خوبی روابط، باعث رونق شدن روابط همین چیزا شود. مثال خوب ما کشور تاجیکستان، اگر مثال بتیم کشور ازبکستان، کشورهای بلوک شرقی هستند، بسیار کشورهایی هستند که در حال صدد پیشرفت هستند و اونا کار کردن و یه چی کردن که از دخالت به کشورهای بیرونی دست بکشند و در این تناخ بر علاوه ای که خیر هم کشور بیرونی نفته است، خیر خودشان هم نفته است. و ما تا حال هم شاهد از این مسئله بودیم که روابط خوب داشتیم، از لحاظ امنیتی، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ اجتماعی دیده میشه که ما بسیار قراردادهای بزرگ با اونا انجام میتیم و روابط رفت آمد ما بسیار خوب است. همین مسائل است که باعث میشه روابط خوبتر داشته باشه. که مطلب علمی که از طرف یکی از دانشمندان جهان نشر شده بود، میخوام بازم به او اشاره کنم، به این که گفته بودن که کشور تاجیکستان کشور دوست، همکار و همدم کشور افغانستان، به ارتباط شما چی نظر داره؟ من نظر مثبت دارم. زیادتر وقت اگر ما نظریه های یک کس را میبینیم، از چیزهای منشأ میگیره که او به چشم دیده میشه. و این جای شک نیست، کشور تاجیکستان کشور دوست ماست، کشور همسایه ماست، همزبان ماست. در طول ادوار تاریخ ما نیکی ها و خوبی های یک کشور همسایه را هیچ وقت فراموش نمیکنیم. همین رقم کشور ما در مقابل با قابل کشور بیرونی یا کشور تاجیکستان دید مثبت داشته همیش، چون از خوبی ها و از نیکی های از او کشور مستفید شدیم. بسیار خوب، میخوایم کلی بحث بکنیم این که پس چگونه بتونیم که روابط خود باز هم خوب بسازیم، اگر مشکل در ما هست یا نیست، چگونه باز هم بتونیم که ما پیش قدم شویم و یک روابط خوب را با کشور را بسازیم. دقیقا، افغانستان همیشه کشور بوده که کشور متجاوزگر نبوده و هیچ وقت در حق کشورهای دیگه مداخله نکرده. افغانستان همیشه خواهان عظمی است که ما روابط خوب میخواییم و روابط نیک میخواییم بخصوص با کشورهای همسایه خود، هم باید از دخالت بیجا، از تمامیت ارضی، دخالت در تمامیت ارضی این کشور و از دستای بیرونی باید جلوگیری شود. و با ما جوانایی به کار است که چگونه بتانیم این روابط خوبتر بسازیم. از اون که اساس تهداب درستی یک مسئله کار بگیریم، او میتونه مسائل اجتماعی باشه، او میتونه مسائل سیاسی باشه، او میتونه مسائل فرهنگی باشه که تعلق به ما جوانا داره، که چگونه همون دید منفی رو به دید مثبت تبدیل بکنیم و چگونه بتونیم یک کشور ما رو به عنوان یک کشور مستقل به جهان و به تمام کشورها نمایان بتونیم که اینجا مردم هستن، اینجا کشور است، اینجا تمامیت داره. سعی که از لحاظ اقتصادی ما شاید عقب مانده باشیم، اما میتونیم ما کار بکنیم، ما میتونیم از منابع خود استفاده بکنیم و ایره ما میتونیم به بسیار وجه خوب به رخ تمام جهان بکشیم. بسیار عالی، یک سخن خیلی زیبا و خیلی خوب. زمانی که ما بتونیم که خود را به جهان به معرفی بگیریم که ما اشخاص هستیم روشن فکر تحصیل کرده و کسان هستیم که اگر باز هم کشور ما در اوضاع بد است، در اوضاع بد اقتصادی هست، در اوضاع بد امنیتی است، باز هم ما جوانان هستیم که پیشتاز میشیم، میریم در تمام جهان نامآوری میکنیم، افتخار میریم باز هم به افغانستان و کشور خود و همیشه وقت به تمام کشورها، به نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای تمام جهان ایده اثبات رساندیم و میرسونیم که همین نسل جوان و همین ثمره افغانستان همیشه وقت افتخار آفرین بر افغانستان بوده و افغانستان کشوری هست مثل همیشه که صلح میخواه، آرامش میخواه و همیشه وقت میخواه که اگر رابطه بسیار خوب را با کشورهای همسایه و تمام جهان برقرار بکنه. خب میخوایم به عنوان آخرین سوال بپرسیم که به نظر شما آیا امید هست به فردایی که بتونیم که ما یک کشور باشیم که دیگه نه ارتباط یا روابط خراب یا روابط پر جنجال با کشورهای همسایه داشته باشیم و یا هم یک کشور پیشرفته باشیم؟ دقیقاً، چرا نه. هیچ وقت هیچ جوان و هیچ طبیع افغان و هیچ فرد نباید امید خود از دست بده. طبعاً امید داریم و ما افتخار میکنیم بالای جوانای امروزی ما که در عرصه‌های مختلف کار میکنن و کارهای مثبت میکنن و کارهای مثبتشان در تمام جهان نمایش شده و از اونا قدردانی شده و اینمی قشر جامعه ما هستند که میتونن امی حالت را که داریم. ما فعلا در یک حالت گذار هستیم که اینمی حالت، از امی حالت ما شما هم ما بخیر برایم و ما همیشه به دید مثبت داشتیم و همه چیز به فال مثبت میبینم.
و انشالله میشه، چرا نمیشه؟ توکل ما به خدا. انشالله خداوند مهربان است. ما همیشه وقت هر برنامه ایر بیان کردیم که ما امید به روز داریم که انشالله هیچ مشکل هیچ گیرودار در افغانستان نباشه و تمام مردم افغانستان، تمام قشرش، قشر جوانش فقط انگیزه ایش ای باشه که پیشرفت بکنه و دیگر خبر از جنگ، خبر از کدام برخورد و کشنده در کشور ما نباشه. میخوایم به عنوان آخرین گفتنیتون داشته باشیم در برنامه. چی اولا تشکر میکنم از شما که مرا فرصت دادین تا چند لحظه با شما باشم و همیشه ما می پیام و می آرزو را به جوانای خود دارم که تا حد امکان میتونن خود برسانن و شرایط که به امروزی میبینن به این شرایط نخواهیم باقی مان. ما دید مثبت داریم و این جامعه جامعه تغییر پذیر است، در اینجا همگی یک انگیزه مثبت دارن دیگه، تا حد امکان میتونن از تحصیلات خویش و از چیزای نو، از تکنولوژی جدید و از کارهای مثبت مستفید شوند تا انشاءالله باشیم با همین کشور آباد بسازیم. سلامت باشین جناب رحیم صاحب و تشکر خاص میکنم از شما. بیننده های خیلی خوبی برنامه در امتداد روز که بیننده ما را همراهی کردین در این بخش از برنامه. اگر رفت برگشت خیلی ها کوتاه داشته باشین، باز هم با برنامه خودتان باشین.